امروز توی این ویدیو میخوام بهتون یک سری نکات بگم که این نکات هم باعث زیبایی شما میشه هم باعث سلامت شما و من خودم توی این مدت تمام این نکات رو انجام دادم و دیگه انقدر تاثیرش رو توی ظاهرم توی پوستم دیدم که بچه ها باورتون نمیشه. من الان اگه بیام نزدیک میبینین این رگای صورتم مشخصه، کرم پود نزدم و فقط اینجا رو یه ذره کانسیلر زدم و واقعا نتیجه خیلی خفنی روی پوست و ظاهر من داشت و من میخوام همه اینا رو امروز توی این ویدیو به شما بگم. مورد اول اینه که باید سعی کنید پوستتون که عامل اصلی زیبایی شما میتونه باشه هم از درون و هم از بیرون اون رو هیدراته نگه دارین. حالا چطور؟ از درون من میتونم با آب خوردن بدنم رو هیدراته نگه دارم، اما دو تا کاری که من برای اینکه خواص اون آبی که وارد بدنم میکنم و قدرت هیدراته کنندگیش رو بالا ببرم انجام دادم این بود که دو تا ماده بهش اضافه کردم که اینجا دقیقا کنار میزم دارم به شما نشون بدم. یکی خیاره که این خواص هیدراته کنندگی رو به شدت افزایش میده و یکی دونه چیا سید. دونه چیا سید بچه‌ها خیلی خواص داره، خیلی، و کامل میتونه سلامت بدن شما رو تضمین کنه. دونه چیا سرشار از مواد مغذی، انواع ویتامین ها، فیبر، مواد معدنی و اسیدهای چرب اومگا 3 است که بچه‌ها یعنی انقدر خواص داره، سلامت درون بدن شما رو خوردن این ماده تضمین میکنه و اون چه که خواص برای پوست داره یعنی فوق‌العاده است. و یکی دیگه از عامل‌هایی که زیبایی پوست شما رو از بیرون تضمین می‌کنه بچه‌ها آبرسانی کردن پوست بدنتونه. همه جای بدنتون رو آبرسانی کنید، اون وقت می‌بینید که چقدر پوستتون شادابتر میشه، چقدر پوستتون نرمتر میشه، چقدر درخشانتر و صافتر میشه. و این کار رو میتونید بعد از حمومتون با یه لوسیونی که قدرت آبرسانی و مرطوب کنندگی بالا داره انجام دادین. من خودم از برند وازلین استفاده میکنم، بچه‌ها دارن همه جا، فوق‌العاده است. بعد از حموم میام و کل بدنم رو از این ماده میزنم، یعنی جوریه که وقتی که حالا مثلا تا 24 ساعتش هم تموم نشده میرم جایی همه من میگن که چقدر پوست بدنت نرمه و به مرور زمان انگار کامل پوست بدن منو نرم کرده و میگن که چقدر بدنت بوی خوبی میده. و این کار میتونه پوست شما رو واقعا زیبا کنه بچه ها. کار دوم که انجام دادم ماساژ دادن بود. بچه ها این کار معجزه میکنه. من شروع کردم روزانه 2 الی 5 دقیقه صورتم رو ماساژ دادن و خب میدونین دیگه وقتی که ما شروع میکنیم یه قسمتی رو ماساژ میدیم گردش خون توی اون قسمت بالا میره. گردش خون که بالا بره یعنی مواد مغذی بیشتری به اون بافت ها میرسه و همون موقع اصلا متوجه میشین که رنگ پوستتون یه چند درجه اصلا متفاوت تر میشه، ممکنه قرمز بشه یا حتی روشن تر بشه. و وقتی که این کار رو ادامه دادم متوجه شدم که این سیاهی که زیر چشمم بود به مرور زمان کمتر و کمتر شد. یعنی بچه ها این خط خنده‌ای که من این کنار دارم، خب بنویسم میخندم، این خط هست، با ماساژ دادن کمرنگ تر شد. اصلا باورم نمیشد که یک ماساژ خیلی ساده انقدر بتونه توی سلامت پوست من و زیبایی پوست من تأثیر بذاره. حالا پیشنهاد من به شما اینه که شبا قبل از اینکه بخوابین از یک آبرسان استفاده کنین و اون آبرسان رو 2 الی 5 دقیقه روی پوست صورتتون کامل ماساژ بدین و برین بخوابین. صبح که بلند میشین اصلا کامل شواهد گویای همه چیز هست، نیازی نیست که بخوام چیزی بگم. ولی اگر مثلا آبرسان ندارین از روغن‌هایی که میدونین مثلا برای پوستتون مفیده استفاده کنین، مثل روغن آرگان. البته روغن آرگانی که استفاده میکنین باید 100% روغن مشروبی باشه وگرنه باعث جوش روی پوستتون ممکنه بشه. علاوه بر ماساژ
ماساژ صورتتون که حالا خودتون میتونین انجام بدین، سعی کنین که به طور مرتب برای بدنتون ماساژ دریافت کنین. بچه‌ها من خودم چون ورزش میکنم مجبورم به طور مرتب ماساژ بگیرم که عضلاتم ریکاوری بشن. و بچه‌ها این موضوع تاثیر زیادی توی سلامت بدنتون داره. من وقتی که ماساژ میگیرم احساس میکنم این بدنم رو اینجا گذاشتم و یه بدن جدید به من دادن و 100% این موضوع به سلامت بدن شما کمک میکنه. 100% این موضوع به بهتر کار کردن اعضای بدنتون کمک میکنه و 100% این موضوع حتی روی پوستر و حالت بدنتون تاثیر داره. بچه‌ها مورد بعدی مربوط میشه به قدرت پروبیوتیک ها. پروبیوتیک ها یک سری باکتری های مفید هستن که توی روده شما زندگی میکنن و اگر شما روده هاتون درست و سلامت باشن میتونن باعث این بشن که پوست شفاف تری داشته باشین، میتونن باعث بشن که هورموناتون به تعادل برسه و التهاب بدن شما رو کمتر میکنه. حتی پروبیوتیک ها به گوارش شما کمک میکنن، به تقویت سیستم ایمنی شما کمک میکنن. حالا چیکار کنیم که این باکتری های مفید رودمون بیشتر بشه؟ با مصرف فیبرها، سبزیجات، غذاهای تخمیر شده شما میتونین کاری بکنین که این باکتری های مفید رودتون بیشتر و بیشتر بشن. مورد بعدی داشتن روتین خواب منظمه. بچه ها هر چقدر که من بزرگتر شدم به این نتیجه رسیدم که چقدر خواب مهم و ضروریه برای سلامت و زیبایی بدن. ببینید بچه ها این مهم نیست که شما برین و بخوابین، این مهمه که شما چه ساعتی میرین میخوابین و چقدر خواب دریافت میکنین. در این صورتی که بدن شما میتونه درست کار کنه، در این صورتی که میتونه باعث زیبایی شما بشه. مورد بعدی استفاده کردن از چای سبز بود. من خودم خیلی واقعیت به اینجور چیزا اعتقاد نداشتم که برم چای سبز بخورم، اینو بخورم، اونو بخورم، ولی وقتی که خوردم و نتیجهش رو دیدم و به این نتیجه رسیدم که واقعا خوبه، حاضر شدم بیام به شما بگم. بچه ها چای سبز پر از آنتی اکسیدانه خب و باعث پاکسازه شدن کبد شما هم میشه و شما هر چقدر که کبدتون بهتر کار کنه، پاکسازی باشه، باعث میشه که پوست بهتری هم داشته باشی. مورد بعدی کاهش دادن دمای آب حمومه. اگر مثل من هستین و هر روز عادت دارین که دوش بگیرین، آب داغ مثلا خیلی عادت دارن با آب جوش اصلا حموم میکنن، اینقدر آب داغه، به شدت میتونه برای روغن‌های طبیعی پوستتون مضر باشه، به شدت میتونه برای پوستتون مضر باشه، به شدت میتونه برای موهاتون مضر باشه. مخصوصا میگم اگه مثل من اینقدر دوش میگیرین، سعی کنید که دمای آب رو بیارین پایین و خودتون رو عادت بدین که اصلا با آب سرد و نسبتا سرد دوش بگیرید. این کار باعث صفر شدن حتی پوست صورت و پوست بدنتون میشه و جوری باعث ترشح دوپامین توی بدنتون میشه که اصلا کیف میکنین. خیلی سخته آدم به جای اینکه بره زیر آب گرم مثلا بخواد بره زیر آبی که مثلا نسبتا سرده، ولی خواص آب سرد خیلی بیشتره. و مورد آخر اینه که ورزش کنید. یعنی اگر اینو نمیگفتم میمردم. یکی بهم گفته بود که تو همه ویدیوهات میای میگی ورزش کن. خب واقعا بچه ها یه وقتی یه چیزی خوبه، وقتی یه چیزی باید باشه، وقتی یه چیزی به من کمک میکنه، چرا مثلا نیام بگم؟ تکرار میکنم، انقدر تکرار میکنم که به گوشتون بخوره و مثلا بره تو ذهنتون که اوکی من باید ورزش کنم، یه چیزی کمه. و واقعا ورزش باید جز روتین زندگیتون باشه. یعنی چطور میرین میخوابین، غذا میخورین، ورزش هم باید باشه، جز بایدی هست. این بدن باید تکون بخوره. ورزش یه چیزیه که تمام ابعاد زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده. خوابتون رو تنظیم میکنه، تغذیتون رو بهتر میکنه، پوستتون رو زیباتر میکنه، بدنتون رو زیباتر میکنه، اعتماد به نفس بهتون میده، حالت بدنتون رو درست میکنه. و تا صبح اگه بخوام بگم باید بگم وقتی ورزش میکنین بدنتون آب بیشتری میطلبه، در نتیجه آب بیشتری مصرف میکنین. و ازتون میخوام که واقعا به این قضیه فکر کنید. اگر تا الان سمت ورزش کردن نرفتین، یکم با خودتون دوتا چهارتا کنین، ببینین که چیزی که انقدر میتونه خوب باشه من چرا تا الان انجامش ندادم. و مثل همیشه مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که این نکات به دردتون بخوره، براتون مفید باشه. و من که میدونین که عاشقتونم، توی ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ. Thank you.